عناوین اصلی سفر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عراق برای آزادسازی منابع ایران و تلاش خانوادگی نمایندگان مجلس برای محرومیت زدایی به کیوز که امروز خوش آمدید درود بر شما هموطنان گرامی و همراهان عزیز کانال کیوسک در بسته خبری امروز دو موضوع منتخب رو برای شما تهیه کردیم دعوت میکنم شنونده ما باشید همزمان با ورود قیمت دلار به کانال 31 هزار تومان رئیس بانک مرکزی ایران برای دومین بار در طی چهار ماه گذشته به عراق سفر کرد. همزمان با این سفر 8 شبی پیشنهاد آتش مشروط را مطرح کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران برای انجام سفری یک روزه وارد بغداد پایتخت عراق شده است. همزمان استعفای او تکذیب شد. یک روز قبل از این سفر هم هشت و شعبی پیشنهاد آتشبس مشروط با آمریکا را مطرح کرده است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران صبح دوشنبه 21 مهر ماه در رأس هیئتی با هدف گسترش همکاری های بانکی در حوزه مناسبات بازرگانی و دیدار و گفتگو با مقامات بلند پایه از جمله نخست وزیر، وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی عراق به بغداد سفر کرد. بر همین اساس قرار است همتی به ترتیب با مصطفی غالب مخیف رئیس کل بانک مرکزی عراق سالم جواد عبدالهادی الچلبی رئیس بانک تجارت آن کشور و علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کند این دومین سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق در چهار ماه گذشته است ایران هر ماه بیش از 200 میلیون دلار گاز به عراق صادر می کند. 4 میلیارد دلار از 12 میلیارد دلار صادرات ایران به عراق مربوط به صادرات برق و گاز است که دو میلیارد دلار آن تا خرداد سال جاری هنوز پرداخت نشده بود. همتی در نخستین سفرش به عراق در 28 خرداد سال جاری که فقط 8 ساعت به درازا کشید در دیدار و گفتگو با همتای عراقی خود و همچنین با نخست وزیر عراق بر سر سازوکاری مشترک برای تسریع در تامین کالاهای اساسی ایران به توافق رسید. در این فاصله قیمت دلار در ایران از مرز 31 هزار تومان هم عبور کرده است. یکی از دلایل متعدد صعود قیمت دلار این است که منابع ارزی موجود کمتر از نیاز کشور برای تامین کالاهای اساسی است حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان روز گذشته گفته بود نیاز ارزی 50 میلیارد دلار برآورد می شود در حالی که کل صادرات ما رقمی در حدود 40 میلیارد دلار است که این ارز نیز نه به صورت آنی بلکه با تاخیر چند ماه وارد کشور می شود بنابراین بازار را با نیاز ارزی مواجه خواهد کرد سال گذشته ایران و عراق در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی فعالیت شعبه های بانک ایران در عراق، ایجاد روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های عراقی و همچنین ضرورت پذیرش زمانتنامه های دیناری به جای زمانتنامه دلاری برای فعالیت پیمانکاران ایرانی بحث و گفتگو کردند. این گفتگوها در چارچوب کانال مالی ویژه تجارت ایران و عراق مطرح شد که اکنون قرار است برای تهاتر دلار و برق در برابر کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز ایران به کار گرفته شود. کم و بیش مشابه کانال مالی سوئیس که در ایران به عنوان شتا شناخته می شود و وزارت خزانه داری آمریکا هم بر آن نظارت دارد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران خواهان افزایش مبادلات تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار شده بود یک روز قبل از سفر همتی به بغداد محمد موهی سخنگوی گروه کتائب حزب از گروه های شبه نظامی شیعه از پیشنهاد آتش بس مشروط به آمریکا خبر داد. خبرهای از احتمال استعفای همتی در رسانه های داخلی درد شده بود که تکذیب شد. در پی انتشار خبری مبنی بر سفر خانوادگی جمعی از نمایندگان مجلس به مشهد با هزینه شهرداری مشهد و در قالب فراکسیون محرومیت زودایی در تازه ترین گزارش ها اسامی این نمایندگان منتشر شده است. سفر اعضای فراکسیون محرومیت زدایی به مشهد طی چند روز گذشته با هواشی زیادی همراه بوده است. ماجرا از آنجایی شروع شد که در رسانه های داخلی اعلام شد اکثریت غریب به اتفاق نمایندگان حاضر در این سفر با همراهانی عازم مشهد شدند. جالب این که گفته شد نمایندگان در این سفر بین یک تا شش همراه داشتند اتفاقی که حالا این سوال را مطرح می کند که هزینه ی عظیمت همراهان نمایندگان از کدام بودجه و منبع تامین شده است شنیده ها حکایت از آن داشت که منابع و بودجه عظیمت همراهان نمایندگان همانند وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی از سوی شهرداری مشهد تامین شده است محمد جواد اسکری نماینده داراب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با انتخاب و در واکنش به حواشی که برای عزیمت اعضای فراکسیون محرومیت زدایی مطرح شد گفت من یکی از نمایندگانی بودم که با انجام این سفر مخالف بودم ولی در نهایت دوستان و همکاران در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند که این سفر انجام شود محمد جواد اسکری همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود خود او نیز در سفر مشهد حضور داشته تصریح کرد من هم قرار بود همراه دوستان به این سفر عزیمت کنم ولی برای من مشکلی رخ داد که نتوانستم بروم وی ضمن رد ادعای حضورش در سفر به مشهد در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان با حضور چند همراه راهی مشهد شده و منبع و بودجه این سفر از کجا تامین شده است گفت من چون در این سفر نبودم و هنوز با دوستانی که در این سفر بودند صحبتی نداشتم و درباره جزئیات اطلاعاتی ندارم نمیدانم و نمیتوانم درباره آن نظری داده و یا موضوعی را و تایید کنم احسان قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون محرومیت زدایی نیز در گفتگو با انتخاب درباره سفر اعضای فراکسیون به مشهد گفت این سفر اولی نبوده که انجام دادیم و پیش از این نیست اعضای فراکسیون دوباره دیگر به مناطق محروم کشور رفته بودند و قرار است ظرف یک ماه آینده یک سفر دیگر نیز انجام بدهیم این نماینده ای مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه و هزینه این سفر از سوی شهرداری مشهد تامین شده اظهار کرد این موضوع را شما باید از دوستان شهرداری مشهد سوال کنید این سفر به دعوت شهرداری مشهد انجام گرفت و آنان در جریان جزئیات هزینه ها و مخارج هستند البته اگر هزینه ها را خودشان تامین کرده باشند قاضیزاده هاشمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان در این سفر همراهانی هم داشتند افزود حضور همراهان در چنین سفرهایی متناسب با فضای دعوت انجام می شود وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز با تنخواه هیئت رئیسه مجلس در این سفر حضور داشتند گفت این موضوعی است که باید از شهرداری مشهد که دعوت کننده سفر بوده و اعضای هیئت رئیسه مجلس بپرسید رحمت الله فیروزی پوربادی نماینده نتنز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با انتخاب درباره سفر نمایندگان به مشهد چون این توضیح داد که جمعی از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای فراکسیون محرومیت زودایی برای بازدید از پروژه های عمرانی در مناطق محروم و حاشیه به مشهد سفر کردند نمایندگان در این سفر با مسئولان و مقامات مشهد از جمله شهرداری محترم و همینطور آیت الله علم و غیره درباره وضعیت مر... و مناطق محروم صحبت و دیدار کردند وی افزود اعضای فراکسیون پیش از این نیز از مناطق محروم در استان خوزستان و همینطور در چابهار بازدید کرده بودند و قرار است در آینده نزدیک سفرهای بعدی نیز انجام شود فیروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که بودجه این سفر از چه منبعی تعمین شده است گفت من اطلاعی از این موضوع ندارم وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی نمایندگان با خانواده و همراه آزم مشهد شده بودند تصریح کرد بله این اتفاق افتاد و برخی با خانواده و برخی تنها و مجردی در این سفر حاضر شدند فیروزی درباره هزینه های متحمل شده بابت حضور خانواده نمایندگان در این سفر گفت هزینه خاصی نبود نمایندگان در این سفر غذاهای معمولی مثل خورشت قیمه و شله مشهدی می خوردند. اصلا در این سفر چیز خاصی نبود که نمایندگان بخواهند دنبال آن باشند. علاوه بر قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و نماینده فریمان شهرستانی واقع در 70 کیلومتری مشهد 14 نماینده دیگر به مرکز استان خراسان رضوی سفر کردند به گزارش اعتماد مشتبا توانگر نماینده تهران حسین رئیسی نماینده جاسب غلامرضا منتظری نماینده گرگان مصطفی طاهری نماینده زنجار محمد رضا مبلغی نماینده کوهدشت سارا فلاحی نماینده ایلام فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین و رحمت الله فیروزی نماینده نتنز حضور داشتند. علی خزریان، رجب رحمانی، احد آزادی خواه، نعمت الله توان، سمد الله محمدی، محمد گلستانی نژاد، حسین رحیم ترقی و جواد اسکری نمایندگان تهران، تاکستان، ملایر و بافت دیگر نمایندگانی بودند که در قالب فراکسیون محرومیت زدائی به مشهد سفر کردند. هر کدام از نمایندگان حاضر در این سفر حداقل یک همراه با خود داشتند. به عنوان نمونه خزریان و توانگر نمایندگان تهران هر کدام سه همراه در این سفر داشتند که از غذا دو نفر از همراهانشان نام خانوادگی مشابه با این نمایندگان دارند کمترین همراه حاضر در این سفر به سارا فلاحی نماینده ایلام اختصاص دارد که یک همراه با خود به مشهد برده و بیشترین همراه نیز به محمد رضا مبلغی نماینده کوه دشت که شش همراه برایش ثبت شده است اختصاص دارد پس از فلاحی فاطمه محمد نماینده قزوین با پنج همراه و مصطفی طاهری با چهار همراه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند جالبان که برای قاضی زاده هاشمی و سید محمد پاکمهر نمایندگان فریمان و بجنور در این سفر همراهی به ثبت نرسیده که احتمالا ناشی از نزدیکی حوزه انتخابی آنان به شهر مشهد است فراکسیون محرومیت زدای مجلس یازدهم از قرار معلوم میهمان شهرداری مشهد بودند و و بر هزینه ایاب و زهاب، هزینه ی اسکان و خرد و خوراکشان نیز از محل بودجه شهرداری مشهد تمین شده است. شهرداری که حداقل در ظاهر به اصلاح طلبان نزدیک است ولی از قرار معلوم این روزها چندان بیمیل به اصولگرایان نیست. سپاسگزارم از اینکه تا پایان کیوس که امروز هم ما رو همراهی فرمودید فراموش نکنید که برای حمایت از کانال ما کانال رو سابسکرایب کنید ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید تا فردا خدا نگهدار